Hey, what's happening, y'all? و امروز میریم سراغ یه مقایسه میکنیم، حالا for fun، همینجوری سرگرمی. خیلی نمیخوام جبهه بگیریم، ولی خب you want to bring up some stuff that proves that old school hip hop gives you the right vibe to get on with, unlike new school hip hop which is shit. بریم سراغ این موضوع که چیزی که مهم هست، حالا از نظر من، نظر شخصی خودمی دارم میگم، خیلی هم میتونم مخالفت کنم، خیلی هم میتونم موافق باشم، این که هیپ هاپ رو وقتی گوش میده اون وایب دارک بودن رو باید بگیری، اون وایب زیرزمینی گنگستر بودن و خاص بودن رو باید بگیری ازش. اول اسکول رو وقتی گوش میدی یه وایبی بهت میده که قشنگ حس میکنی مثلا اوضاع دارک اون زمان رو، برعکس نیو سکول. حالا که خیلی هم میان تعریف میکنن، نمیدونم کندریک لامار، ببین حتی من خودم وقتی لامار رو گوش میدی هیچ وایبی ازش نمیگیری. حالا کاری ندارم قافیه سازیش رایما شاید خوب باشه، اون حسی که باید بده با آدم نمیده. ولی وقتی مثلا اولد سکول رو گوش میدی، حالا بریم سراغ مثلا این تیکی از اولد سکول، از کیث مری. The mic and come out the woodworks. Yeah. When situations thinking no time to think, Keith Murray gets busy off a basic instinct. I puff a L and drink some liquor. ببینید چه وایبی به آدم میده، چه اکسایتمنت، چه جویی، چه هیجانی میده به آدم وقتی گوش میده، لذت میبره. یعنی البته این رو اونایی درک میکنن که نگاهشون به هیپ هاپ دقیق تر با جزئیات بیشتر هستش. حس میکنید، ببینید این آهنگ رو که الان این تیکه رو که گذاشتم دیدید چه حسی داره، حتی یک لغت وقتی ازش نفهمید ولی اون حس رو بهتون منتقل میکنه. شما قشنگ میفهمید که اون آرتیست استعداد بوده، اون آرتیست متفاوت بوده، اون آرتیست در واقع یه چیز واقعی رو داره ارائه میده. یا مثلا میریم یه تیکه دیگه، مثلا همینجوری تصادفی مثلا از بیگ ال میبینیم. Yo, you better flee hops or get your head flown three blocks. L keep rappers hearts pumping like beatbox. And every year I gain clout and my name sprout. Some brothers will still be virgins. The crap never came out. ببینید حتی اون استایل، لباس پوشیدن ها، ببین هیپ هاپ از نظر من این هستش، این هیپ هاپ هستش. حالا کاری ندارم اومدن این آرتیست های جدید مینستریم شدن، اون جنبش مینستریمی هدف فقط پول در آوردنه، گورنمنت، دولت میاد حتی تو خود امریکا اینا رو میاره بالا، این طرز فکر، این بولشت ها، اون شر رو به رایی رو که خورده مردم میده، این الان شده منبع درآمد. وقتی اینجوری باشی پول در میاره، مینستریم این هستش. این مینستریم ها رو حکومت ها، دولت ها ساپورت میکنن. این باید آرتیست اینجوری باشه که بیاد بالا پول در دیگه هیچی هم مثلا مهم نیست. مثلا بریم یه کار نیو اسکول ببینیم. ببینید حالا همین کار رو مثلا من شخصا وقتی گوش میدم هیچ وایب به آدم منتقل نمیکنه، هیچی واسه ارائه نداره. چرا؟ فقط بخوای یه چیزی مثلا توی ماشین بوم بوم کنه یا بیس داشته باشه، مهم نباشه واسه، یه دید کلی داشته باشی به هیپ هاپ. آره، ولی وقتی دقیق نگاه کنی میبینی چقدر اصلا این حس فیک بودن رو میگیری. یا مثلا این کار دیگه از نیو اسکول رو مثلا گوش بدیم. Everything I sow, so my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster. Silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to save my. ببینید چقدر مصنوعی، artificial, fake, plastic هستش. حس میکنید و این چیزی هستش، جنبشی هستش که mainstream میخواد. هیپ هاپ از اون حالت واقعی در اومده، فیک شده، منبع درآمد شده، بیزنس شده و هیپ هاپ از دد.